شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، من جمشید شالنگی در یک ساعت پیش رو با شما هستم در تفسیر خبر از استودیوی 47 صدای آمریکا در واشنگتن. آنگونه که منابع خبری مختلف گزارش میدهند، در ایران نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. در این مسیر رضا نجفی مترجم سرشناس ایرانی نیز بازداشت شد. در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران تا کنون دست کم صدها تن بازداشت شدند که مسئولان دولتی در مورد محل شدگان عاشورای تهران تحت کنترل ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شد. در شیراز بانوان خاندان دستقه با انتشار نامه‌ای سرگشاده که آن را رنج نامه خواندند درباره هجوم ماموران امنیتی دولت ایران به خانه خود خبر دادند. این در حالی است که گزارش‌های تصویری تازه‌ای از پیامدهای قتل شهروندان ایرانی توسط ماموران دولتی یا کسانی که معروف به لباس شخصی هستند در ایران منتشر شده است. یکی از قربانیان رویدادهای اخیر تهران. در واشنگتن گروهی از ایرانیان از جمله فعالان سیاسی در پی راهپیمایی از برابر دفتر سازمان ملل متحد در پایتخت آمریکا تا کاخ سفید از پرزیدنت اوباما خواستند سیاست قاطع‌تری در مورد نقض حقوق بشر در ایران در پیش گیرد. Democracy for Iran. Democracy for Iran. Democracy for Iran. Democracy for Iran. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 شکنجه و تجاوز ملغا باید گردد. تجاوز جنایت مرد در این بلاد. تجاوز جنایت مرد در این بلاد. Damned Islamic Republic of Iran. Damned Islamic Republic of Iran. روزنامه واشنگتن پست نیز اعتراض استادان دانشگاه در ایران را در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بازتاب داده است. نیویورک تایمز دیگر روزنامه آمریکایی نیز در گزارشی با عنوان فیلمسازان ایرانی بر بحران در این کشور تمرکز کردند، تلاش فیلمسازانی چون بهمن قبادی و محسن مخملباف را برای بازتاب اوضاع جاری در ایران در سطح بین المللی منعکس ساخته است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را در گفتگو با آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس که در سفری به آمریکا با ما هستند، آقای احمد باطبی با گزارشی از آخرین رویدادهای نقض حقوق بشر در ایران با من و شما خواهند بود، آقای رامین احمدی فعال حقوق بشر در عرصه بین المللی برای دقایقی از طریق تلفن با ما خواهند بود و خانم الهه ایکس فعال حقوق بشر در نیویورک. با آقای اکبر صارمی فرزند آقای علی صارمی نیز در کمپ اشرف در عراق
گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. آقای علی صارمی که دوران محکومیت زندان خود را می‌گذراند به اعدام محکوم شده است. با یک عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران نیز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. چند تن از اعضای این کمیته در ایران در زندان به سر می‌برند. تا لحظات دیگر با شما عزیزان خواهیم بود. خیلی خوش اومدید آقای رشیدی. سپاسگزارم. بسیار خرسندم که در کنار شما هستم. آقای رشیدی برای برخی از بینندگان که احتمالاً با نام و چهره ایشون آشنایی ندارن، از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم پاریس هستن و از ایرانیان کرد در زمینه نوشتاری فعالیت دارن و همینطور در زمینه روزنامه‌نگاری تصویری از طریق شبکه‌های تلویزیونی کرد زبان که از اروپا پخش میشه و از نقاط مختلف جهان به همین مختصر قناعت میکنیم، از بودنشون استفاده میکنیم، پرسش‌هایی داریم با ایشون، از جمله اینکه آقای رشیدی شما عرصه سیاسی ایران رو در ارتباط با نقض حقوق بشر چطور میبینید؟ در سراسر ببینید، در سرزمین ایران متاسفانه در طول 30 سال گذشته ما با یک نظام استبدادی روبرو هستیم. نقدی که من میخوام در همین جا بزنم، متاسفانه برخی ها میخواهند تمام تحولات و رویدادهای ایران و ایران زمین رو گره بدن به بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران و میخوان این تصویر و این تابلوی سیاسی رو ارائه بدن که بعد از آمدن آقای احمدی نژاد همه چیز خراب شده، در حالی که در طول 30 سال گذشته ما با نقض حقوق بشر مدام روبرو بوده ایم. به همین دلیل، به دلیل نبود آزادی های همه جانبه در کشور ایران و به دلیل حاکمیت ایدئولوژیکی و استبدادی جمهوری اسلامی ایران، کماکان با نقض حقوق بشر روبرو بوده ایم. ولی امروز به دلیل فعالیت دانشجویان و انجیوهای مستقل در واقع جهانیان، بیشتر با نقض حقوق بشر و با سیستم استبدادی جمهوری اسلامی ایران روبرو هست. خب این روالش یکسان بوده، خیلی معتقد هستن الان به طرز گسترده تری و به طرز اصطلاحاتی که به کار میبرن، یعنی حتی اصطلاحات مثل وحشیانه، سرکوب وحشیانه، زدن دختران ایرانی در خیابان، کشتن دختران ایرانی، فرق نمی کنه در نقاط مختلف ایران، بدون مسئولیت بودن نیروهایی که از دولت دستور می گیرن در سرکوب مردم. ببینید آقا چالنجی، من خودم نسل بعد از انقلابم، ولی شعار حکومتگران جمهوری اسلامی از آغاز حاکمیت خودشون در مقابل زنان شعار روسری یا توسری بوده. ما کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 رو داریم. نقض همه جانبه حقوق بشر در سرزمین ایران از همان سرآغاز شروع شده. ولی همان گونه که اشاره کردم، به دلیل فعالیت بیشتر ارگانیزاسیون های مدنی و سازمان های مستقل مدنی، امروز جهانیان و حتی یه بخش از ایرانیان با این ستم و جور و ستمی که بر ما روا داشته میشه آشنایی بیشتری پیدا کردند. اگر ما فقط بخوایم ولی در این شکی نیست که نقض حقوق بشر، سرکوب معترضین در مراحل گوناگونی شدت بیشتری پیدا میکنه. ولی امروز چرا شدتش بیشتره؟ به نظر من شکاف عمیقیه که در میان حکومتگران به وجود آمده است و در این شکی نیست پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در درون خیش سوس شده، متزلزل شده. به همین دلیل این خصلت فقط جمهوری اسلامی نیست، خصلت تمام رژیم های استبدادی است. شما بیایید پرونده حکومت کمونیستی یا رژیم کمونیستی رو در روسیه سابق بررسی بکنید. استالین میلیون ها انسان رو به جوغه های اعدام سپرد، تحت این نام برای اونها پرونده سازی کرد که اینها به آرمان های کمونیستی خیانت کردند. اونها
آنها را آوردند، انسانهای شریفی هم بودند، برای آرمانهای کمونیستی هم دلسوز بودند. مثل جمهوری اسلامی آوردن اونها را در تلویزیون ها ازشون اعتراف گرفتند و اونها تجاوز کردند و نهایتا این نظام فرو پاشید، از بین رفت.